به نام خدا با سلام خدمت شما عزیزان میخوام استکیومتری رو در چندین قسمت البته در فیلم هایی که نسبتا کوتاه باشه و خیلی خوب شما یاد بگیرید و حوصله تماشای فیلمم تا داشته باشید سعی میکنم فیلماش کوتاه ولی مختصر و مفید باشه قسمت اول بریم ببینیم استکیومتری در فرمول شیمیایی چه مفهومی دارد استکیومتری در فرمول شیمیایی یادت باشه تعریفش این میشه به نسبت های جرمی مواد در فرمول شیمیایی مواد مرکب مواد مرکب مواد مرکب میدونی که بیش از دو عنصر دارد بیش از دو عنصر دیگه حالا خیلی اینا را چیز نکنیم مواد ساده یا عنصر رو من کار ندارم یعنی دو یا چند عنصر داره ساده ترینش آب شما چه است کیومتری بین اچ هیدروژن ایدرو... و اکسیژن اینجا برقرار هست ببین گوش بده خیلی خیلی ساده اتم هیدروژن میدونی یک اتم گرم اکسیژن میدونی 16 است چند تا هیدروژن داری در فرمول میگی دو ضرب در یک دو تا داری دو ضرب در اتم گرم میشه اکسیژن چند تا داری یکی داری ضرب در یک ضرب در 16 پس نسبت جرمی یا نسبت استکیومتری در این فرمول بین هیدروژن و اکسیژن دو به 16 است که البته با ساده ترین عدد بیان میکنیم قابل ساده شدن هم میگی یک به هشت بریم مثال بعدی چون میخوام اینا رو خیلی طولانی هم میشه میدونم حوصلت نمیگیره تا آخر نگاه کنی مثلا میگن در اف اس آهن دو سولفید چه نسبت استکیومتری به این آهن نسبت استکیومتری جرمی دیگه نسبت های جرمی میشن اینجا نسبت استکیومتری در فرمول فقط نسبت جرمیه آهن دو سولفید حواست باشه میدونم آهن اف ای پنجاه گوگر چند سی و دویه خیلی خیلی ساده میام چیکار میکنم چون یه دونه اف ای اس میگم یه دونه آهن دارم یه دونه این دارم بس یک ضرب در 56 اینم یک ضرب در 32 ساده ترینشون یعنی 56 به 32 نمی نویسی هر دو به 8 قابل قسمت هستن تقسیم بر 8 میکنی میگی 7 به 4 یعنی نسبت استکیومتری در فرمول FES ساده ترینش بیان میکنن میگن 7 به چهار هست حالا بریم در مورد H2 SO4 برات مثال بزنم H2 SO4 سولفوریک اسید در مورد سولفوریک اسید میای میگی که آقا چند تا هیدروژن دارم دو ضرب در یک چرا ضرب در یک کنم چون اتم گرم هیدروژن یک اینا رو بهت میزنه یک گرم اتم گرم هیدروژن یک گرم بر مول گوگت سی و دوی اکسیژن هم 16 اینا رو که حفظ نمی نمیکنیم ولی با تمرین یاد میگیری چند تا گوگرد داری زیربندش یکی یکی ضربه در سی و دو چند تا اکسیژن داری چهار ضربه در شونزده میشه دو سی و دو شست و چهار ساده شون میکنیم به دو بیشتر دیگه ساده نمیشن چون دو به دو ساده بشه میشه یک عدد اول توشون به دست بیاد دیگه قابل ساده شدن نیست نظر ریاضی ولدی تقسیم بر دو میشه یک تقسیم بر دو میشه شونزده تقسیم بر دو میشه SiO2. یعنی نسبت های استکیومتری H اس و او در سولفوریک اسید 1 16 و 32 هست 1 16 و 32 بریم مثال دیگه بزنیم مثلا میگه آقا در کلسیوم حالا اینه بذار باز پاکش کنم میگه در کلسیوم کربونات نسبت های استکیومتری چقدر هست میگم فرمولش از سی ها سی او سه بهت میگه سی ها چهل گرم بر موله سی دوازده است او هم شونزده است گرم بر مول اتم گرم ها رو بهت دادم بعد میای میگی کلسیوم چند تا داری یکی میگی یکی ضربه در چهل کربون چند تا داری ببخشید این چرا اینجا آوردم من همینجا زیرش می نویسم کربون هم یکی دارم میگه یک ضرب در دوازده اکسیژن زیر بندش سه سه تا دارم مینوسی سه ضرب داره شونزده چهل دوازده چهل و هشت قابل ساده شدن هستن بله یه بار به چهار ساده کنم بینم به چهار ساده کنم این میشه ده به چهار ساده کنم این میشه سه به چهار ساده کنم میشه دوازده درسته دیگه از این بیشتر ساده نمیشه چون سه عدد اول به دست اومد دیگه عدد اول در ساده کردن به دست بیاد دیگه پایین ساده نمیشه نسبت ها پس نسبت های کلسیوم کربون ده سه دوازده نسبت های استکیومتری یا نسبت های جرمی که برای تهیه کلسیوم کربونات لازم هست چه نسبتی بین سی آ و سی او برقرار هست نسبت ده سه دوازده یعنی نسبت های جرمی تو باید اینجوری یعنی اگه ده گرم کلسیوم برمیداری باید سه گرم کربون برداری دوازده گرم اکسیژن برداری خب حالا بریم یه مثال دیگه برات بزنم و این قسمت رو تمام کنم نمیخوام خیلی برات سنگین باشه خوب بفهمی بس نسبت استکیومتری در فرمول شیمیایی همون نسبت های چی شد؟ نسبت های جرمی شد با توجه به فرمول تعداد اتم و جرم ملی اتم ها به راحتی میفهمید مثال بعدی من چی هست کلسیوم فسفات سی آ سپه او چهار دو مرتبه چند تا کلسیوم دارم میگم کلسیوم سه تا دارم فسفور پرانتز برای همشون فسفور دو تا دارم بعد اکسیژن چند تا دارم دو چهار تا هشت تا دارم کلسیوم اتم گرمش چهل سی آ فوسفور سی و یکه اکسیژن 16 است این هم بهت میده گرم برمون خیلی ساده دیدی چقدر ساده است یعنی نسبت تعداد اتم ضرب در جرم هر اتم و ساده کنی میشه نسبت های استکیومتری در فرمول شیمیایی نسبت استکیومتری در فرمول شیمیایی کلسیوم زیربندش سهی. سه سه ضرب در چهل 120. بیست فسفر زیروند شند دوی داخل پرانتز دوی زرو در سی و یک. شست و دو اکسیژن چنده شونزده است هشت در شونزده میشه صد و بیست و هشت به دو ساده شون میکنم بیشتر از دو هم ساده نمیشن چون سی و یک عدد اوله به دو ساده بشه میشه شست سی و یک شست و چهار یعنی نسبت های استکیومتری ببین استکیومتری نسبت های جرمی دارم میگم ها. نسبت های جرمی به چه نسبت جرمی سادهش سادش سادترینش. برای اینها ها شست سی و, یک، شست و چهار در کلسیوم فسفات پس حواسمون باشه که ما حتما توصیه میکنم فیلم مفهوم مول را که در کانال دارم خیلی خوب نگاه کن چون اونو خیلی خوب بفهمی هستن کلید واجه های استکیومتری در اونجاست که اینجا مشاره کردم قسمت اول اینشاالله منتظر قسمت دوم باش که یواش باش سراغ معادله ها خواهم رفت فعلا خدا نگهدار.